گنجینه کلام. نکته که برای خود من در سال اخیر و حتی سال قبلش خیلی پررنگتر از همیشه بود این بود که چقدر من به عنوان کسی که ادعا میکنم که خدا رو میشناسم، کسی که ادعا میکنم که مسیحی هستم و مسیح رو، اون حقیقت و اون نور رو در زندگیم دارم، چقدر به اون حاکمیت خدا ایمان دارم، چقدر زمانی که در این دنیا دارم قدم برمیدارم، مسائل، مشکلات، اتفاقات عجیب غریب، چقدر من رو میتونه به لرزه در بیاره. چون زمانی که نگاه میکنیم آمارهایی که داره نشون میده که چقدر طلاق بالا رفت، چقدر خودکشی ها درصدش و آمارش بالا رفت، چقدر استفاده از مواد مخدر، مشروبات الکلی، افسردگی، این یک آمار جهانی هم هستش، در تمام کشورها این آمار بالا رفته و نشون میده که با یک اتفاقی که میتونه در این دنیای ما رقم بخوره مثل کرونا یا حالا اتفاقات دیگه‌ای که برای یک جامعه کوچکتر، یک خانواده میتونه رخ بده، چقدر انسان متزلزله، چقدر ما میتونیم واقعا همه چیزمون رو از دست بدیم، امیدمون رو از دست بدیم، افسرده بشیم، از اون آینده‌ای که برای خودمون داشتیم دور بشیم، چقدر فکر کنیم که همه چیز ممکنه از بین بره و افکارمون، رویاهامون، همه اینها ممکنه یک شبه نابود بشه برای خیلی ها. چیزی که خیلی مهمه که من دوست دارم که یک بار دیگه به خودم و هممون یادآوری کنم، اون حاکمیت خدا هستش. این که اگر ما ادعا میکنیم که مسیح هستیم، این که ادعا میکنیم که خداوند پدر ماست، چون ما در حالا تفکرات دیگه، خیلی هامون در تفکرات اسلامی، خیلی هامون ممکنه در تفکرات عرفانی، هر جوری که اگر خدا پرست بودیم خدا رو همیشه قادر مطلق و حاکم مطلق خطاب میکردیم، ولی اینکه بر لبان ما چه چیزی بیاد با اینکه بر درون ما چه اتفاقی میفته دو تا چیز متفاوت هستن. عیسی مسیح به کل اسرائیلیان میگفت که از اشعیا هم نقل قول میکنه که میگه چقدر شما ای قوم اسرائیل از زبانی به من نزدیکید ولی از درونتون از من دور هستید. حقیقتا ما نمیخوایم اونطوری باشیم. ما نمیخوایم جز دست کسانی باشیم که در حرف، در اون چیزی که دیگران میبینن فکر کنن که ما چقدر انسانهای روحانی هستیم، چقدر به خدا ما نزدیک هستیم، ولی عملا اگر خدا نگاه کنه ما رو، درون ما خیلی ممکنه دور باشه. این یک یادآوری هستش برای ما که مواظب باشیم که برای چه کسی داریم زندگی میکنیم. آیا برای مردم زندگی میکنیم؟ آیا حتی برای خودمون زندگی میکنیم؟ یا برای خدا زندگی میکنیم؟ آیا وقتی میگیم خداوند حاکم مطلقه، آیا واقعا حاکمیتش رو در زندگی قبول داریم و اون رو تجربه کردیم و با پوست و گوشت و استخونمون اون رو قبول داریم و ایمان داریم بهش؟ که اگر روزی اتفاقی افتاد که در نقشه ما نبود، غیر قابل انتظار بود برای ما، آیا یهو ما زندگیمون طوفانی میشه یا همچنان مثل شاگردان میتونیم در اون قایقی باشیم که طوفان بود و عیسی در او خوابیده بود؟ امروز ما اگر به اون حاکمیت خدا، به اون قدرت الهی خدا ایمان داریم 100%، در طوفان ها میتونیم آرامش داشته باشیم.